شرکتی که هرمی از آب در اومد. از چند وقت پیش بعضی خبرگزاری ها از فعالیت های مشکوک یه شرکت توزیع کننده لوازم آرایشی خبر میدادن، تا اینکه دادسرای جرایم رایانه‌ای ماموران مالیاتیش رو برای تحقیق از فعالیت این شرکت فرستاد. نتیجه این بررسی این شد که شرکت اوریفلیم تحت پوشش توزیع لوازم آرایشی شرکت هرمی را انداخته. از اونجا که فعالیت هرمی در کشور غیر قانونیه، امروز مامورای اطلاعات سراغ این شرکت رفتن و اونجا بود که معلوم شد اوریفلیم در یک روز 200 میلیون تومان درآمد داشته و تا الان 70 میلیارد تومان از سرمایه مردم رو به جیب زده. فعلا 4 نفر از مدیران اصلی شرکت دستگیر شدن که 2 نفر از اونها از سران اصلی اوریفلیم هستن. تعداد زیادی از مالباخته‌ها و اعضای این شرکت هم امروز جلوی دفتر مرکزی این شرکت تجمع کرده بودن که دادسرای جرایم رایانه‌ای از اونها خواسته تا اگه شکایتی دارن به شعبه دوم دادسرای ناحیه که تهران مراجعه کنن تا به شکایتشون رسیدگی بشه. من یکی از لیدرهای شرکت اوریفلیم هستم. تو این دفتر فروش محصولات، عضوگیری و تحویل محصولات به مشاورا ظاهرا باید انجام میگرفته. ما مکررن از شرکت سوال کردیم، بارها و بارها کتبن شفا هم پرسیدیم که مجوزای لازم رو اخذ کردن یا خیر، و همیشه جواب میموده که ما مجوزا رو گرفتیم، بعضی وقتا کپی یه سری مدارک هم به ما نشون دادن. اما امروز متوجه شدیم که مجوزایی که تا حالا دریافت شده مجوزای کافی و لازم نبوده و یه سری مجوزها هم اصلا وجود نداشته از ابتدا. فروش بالای مشاورمون داشته باشن عنوان هدیه بهشون میدیم، و هر چی رعدشون بالاتر باشه و فروش بالاتر باشه نگیناش بیشتر میشه. این بالاترین شاید بگو تونسته 15 میلیون تومان محصولات بفروشه، میگیم تشویقش میکنیم همچی چیزو بهش میدیم. کارتای خرید چیه؟ در سینا میشه صحبت بود؟ خرید و خبر ندارم. من خودم به شخصه فکر میکنم که بیش از اندازه سرم کلا رفته.